آیا مسیح گوشت خورد یا گیاهخوار بود؟ اگه ویدیوهای منو دنبال کنین می‌بینین که من چند تا ویدیو در مورد موضوع گیاهخواری توی انجیل و تورات اینهای مختلف این موضوع رو بررسی کردم و این ویدیوها رو لینکش رو این بالا میذارم و توی توضیحات ویدیو هم لینکش رو میذارم، اگه دوست داشتین میتونین اونا رو بریم ببینین کامل. اما بعضی‌ها میان از این موضوع توی انجیل سوء استفاده می‌کنن و میگن مسیح گوشتخوار بود. من حتی اینو از معلمای کلیسا هم شنیدم. من می‌خوام موضوع گوشت خوردن توسط مسیح رو توی این ویدیو کوتاه بررسی کنم. موضوع از اینجا شروع میشه که مسیح میمیره و بعد از 3 روز دوباره زنده میشه و میاد و خودشو به یارانش دوباره نشون میده و این اتفاق اینجوری میفته که دربهای خونه بسته بوده و مسیح بعد از اینکه حالا غروب میشه، تاریک میشه هوا، خودشو به یارانش داخل خونه ظاهر میکنه و نشون میده. اما اونا به جای اینکه خوشحال بشن بیشتر شوکه میشن و میترسن و یه جورایی خیال میکنن که مسیح خودش نیست و این یه شبحه که اونا دارن میبینن و به خاطر همین مسیح به اونا میگه که بیاین دستای من و جاهای سوراخ دست منو ببینین و حتی اگه میخواین دست بزنین تا ببینین که من واقعی هستم و من شبح نیستم. و اونا دستای مسیح رو میبینن ولی باز هم میترسن و حیرت زده میشن و باور نمیکنن که مسیح زنده شده. و به خاطر همین مسیح به اونا میگه چیزی به عنوان غذا توی خونه مونده. و وقتی که این سوالو میکنه توی کتاب به این صورت نوشته شده که پس از اونها میپرسه که چیزی به عنوان غذا توی خونه مونده یا نه. و این سوال مسیح به خاطر این نبوده که اون گرسنه بوده یا به خاطر غذا بوده، این دلیلش یه چیز دیگه بوده. وقتی که این سوال از اونا میپرسه، اونا هم تنها غذایی که تو خونه مونده بود و براش میارن که اون یه تیکه ماهی بریان شده بود و مسیح اونو میخوره. و توی کتاب به این صورت نوشته شده که در جلوی چشم آنها آن را خورد و این به این مفهومه که اون این کارو میکنه تا اونا باور کنن که اون شبح نیست و از گوشت و استخوانه. و قبلش هم خودش میگه که من از گوشت و استخوانم و من شبح نیستم. و اگه به متن اون کلمه ها دقت کنین، اولا که مسیح غذا رو انتخاب نمیکنه، یعنی نمیگه که چی برای من بیارید، فقط میگه که چی در خانه مانده اضافه به عنوان غذا و اونو میگیره و جلوی چشمان اونها میخوره تا اونا بفهمن که مسیح شبح نیست. و این موضوع، حالا شاید بعضی اینو به این صورت استنباط کردن که مسیح گوشت خوره. حالا من اون قسمت رو از روی کتاب میخونم، دقت کنید و اینو خودتون متوجه میشه. در کتاب لوقا یا همون انجیل لوک فصل 24 آیه 36 به بعد میخونیم که میگه هنوز در این باره گفتگو میکردن که عیسی خود در میانشان ایستاد و گفت سلام بر شما باد. حیران و ترسان پنداشتن شبحی میبینند. به آنان گفت چرا این چنین مضطربید؟ چرا شک و تردید به دل راه میدهید؟ دست و پایم را بنگرید. خودم هستم، به من دست بزنید و ببینید شبح گوشت و استخوان ندارد، اما چنان که میبینید من دارم. این را گفت و دست ها و پاهای خود را به ایشان نشان داد. آنها از فرط شادی و حیرت نمیتوانستند باور کنند. پس به ایشان گفت چیزی برای خوردن دارید؟ تکه ماهی بریان به او دادند، آن را گرفت و در برابر چشمان ایشان خورد. و خب میبینیم که اینجا با این جمله ها دقیقا مشخصه که مسیح به خاطر اینکه اوناس باور کنن که اون شبح نیست، از اونا طلب میکنه چیزی برای خوردن بهش بدن و اونا خودشون تکه ماهی به اون میدن. یعنی مسیح تعیین نمیکنه که چه غذایی میخواد بخوره، یعنی غذا مهم نبوده، فقط اینجا مهم بوده که اون یه چیزی بخوره و بعد این کارو جلوی چشمانشون انجام میده تا بفهمن که اون شبح نیست. و این موضوع ربطی به گیاهخوار بودن یا گوشتخوار بودن مسیح نداره. و حالا توی ویدیوهای دیگه‌ای که من درست کردم لینکشو اینجا میذارم، میتونید ببینید که توی انجیل نکات خیلی زیادی در مورد گیاهخواری وجود داره و مسیح به اینا خیلی زیرکانه اشاره کرده.
خیلی ممنون که توی این ویدیو تا اینجا دیدین. اگه دوست دارین ویدیوهایی از این سبک ببینین، من توی کانالم ویدیوهایی در مورد نقد فیلم و مسائل دینی و سیاسی آپلود میکنم. میتونین شبکه من از اینجا سابسکرایب کنین و ویدیوهای من دنبال کنین.